저거 가라다. 30, 40. 본 마일에 보내드려. Komşu memleketlerimizin sülüşüne hedef geldik. Buyursa sülüşü çeçeği unuttum. Rahmat, rahmat. Komşunu kuday veret degende bizde komşumuzun elinde unuttum. Bildet diyor. Tıç bolunuzlar, sağlamat bolunuzlar. Gelin de gelin. Gelin de gelin. Çekilen arşiv veririz mi? Atan vekilenim kurulmuştan. Vatanin. Bu neyse. Çok Oye. Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar aziz. Hozir baroy shimo oydi konflikti tojiki qirg'iz baroy shimo suhbat mekonam. Deruz 14 mart konflikt shuda ast. Sababi konflikt, sababi nofami nast ki qirg'izo ba zamini tojikon bilan nihol shinon deyan va maqsadashon bahonashon in ast ki albatta گویا همین زمین هایی که تاجیک ها زندگی میکنند در واروخ، در مرزی واروخ گویا از قرقیز ها باشد. زیرا من ناقوس های قرقیز ها را وقتی که گوش کردم خلقش بسیار مراجعت کرده شدند به دولتش و حکومتش، گفتی شدند که واروخی که تاجیک ها زندگی کرده شدند، واروخ پسیوکا، آن از ما گفتی شدند. همگان زمین ها از ما هست، واروخی ها تاجیک ها در زمین ما زندگی کرده شدند و آن زمین ها را باید برای ما برگردانه گفته برای حکومتش اونگانه مراجعت کرده طلبات کرده سودان دوستان عزیز و اینها مقصدشان تنها یک مقصد دارن در واروخ دایره هست در واروخ همگی احاله که هست اینها میخواند که همه آنها را از آن واروخ بیرون بکنن و خودشان را در واروخ جای بکنن زیرا اینها واروخ را از خود می دانند اینها به طور اینها به فکر اینها این است که واروخ زمینی این همین قرقیز ها می باشد تاجیک ها همچون در زمین قرقیز ها زندگی کرده استاد است گویا با خواست اینها به طور اینها همین است به فکرشان اما در اصل نظر کنیم واروخ بسیار یک جایی هست که در آنجا زیاده از 40,000 اهالی زندگی می کند اونجا مردم زیاد است اونجا هم یک دهه خردی است دهه بزرگ است از سه قسم تاجیکستان یکی از قسمهایش واروخ می باشد از دهه هاش البته باید واروخ را باید همیشه باید حفظ کرده شود زیرا که در گذشته بسیار زمین های ما را زیاده از قریب 500 هکتار زمین را از دست واروخ ها گرفتن این قرقیز ها لطا گفته که جویباری هست از پایین همون بسیار زمینی کلانی بود یک چند صد هکتار زمین است در اصل سالهای پیش از تاجیک ها بود اما با زوری با جنگ با متهمی قرقیز ها توانستن از دست واروخ ها بگیرن زیرا وقتی که زوری را به کار بردن کسی مقابله نشان نداد کسی بر ضد اونها مقابله نشان نداد کسی
دفاع کرده نتوانست. خلق بیچاره تا دمی دفاع کردن اما زورشان نرسید. زورشان نرسید دوستان عزیز. زیرا این قوه خلق نرسید دوستان عزیز. اینها همشان مسلح هستند. اینها همشان همچنان سروخانه. گویا که اینها را میگید و یک ارمیه باشن. همشان سلاح دارن. همشان یلاغ دارن. با زوری از دستی ما تاجیک ها از دستی واریخی همون زمین ها را گرفتن. اما امروز مقصدشان کلن واریخ را از خود بکنن. ببینید با 500 گکتر گرفتن زمین برای اینها بسندگی نکرد. اینها واریخ را بگیرن. دایرایی که هست از واریخ به اسفره میگذارد به کانیبان تا به خودجان میرود. همون دایرا هم باید از خود بکنن. خودشان را به واریخ جای بکنن. دوستان عزیز مسئله این است که یعنی این کار نباید با جنگ با زده خورد این کار حل شود. زیرا که وقتی که جنگ میشد زده خورد میشد اینها هر سال جنگ میکنند قرقیزستان و تاجیکستان و بسیار مسلح میشن. بسیار تیاری زیاده میبینن. در اون اخبارش میبینی در مثلا نوارهاش میبینی اینها بسیار آمادگی میبینن در کوه در دشت ها در کوه ها اینها مخصوص یعنی پلومیات تیار میکنن آماده میکنن راکت و بمب هنگ گونه چیزها سنایپریست همشون در اونجا جایگیر میشن. همیشه به جنگ آماده هستن برای واروخ را به زیر تیر طوفان موندن. اما امروز ما بعضی نفرها میشنیم میگن که باید جنگ کرده شد باید این وضعیت قرقیزستان. نه دوستان عزیز با جنگ همه جا ویرانی میشد. جنگ چیزی هست که گمان نکنند که وقتی که جنگ میشدن اینها مثلا تاجیکا قرقیزها را میزنن. نه این طور نه. وقتی که جنگ میشد دو طرف سخت ضرر میبیند. شاید ما تاجیکا شاید واریخا سختتر ضرر ببینند. جنگ چیزی عادی نیست. تصور کنید جنگ با مشت و لگد نمیشد. جنگ دیگر با تیر و طوفان و با بمب و با بمبار دیروفکه میشد. این کشتار زیاد میشد خرابی زیاد میشد خرابزار میشد واروخ. این نباید با جنگ جدال شد. این را باید حکومت باید این را دو طرف آدم های دولتی باید این را گفتشونید بکنن. باید به جنگ این را با سخن با گفتشونید باید این را حل کرده شود. باید برای همین مساعدت بکنن. برای همین باید کوشش بکنن. آنهایی که به همین وظیفه دار هستن مسئول هستن کارمانهای دولتی کارمانهای حکومتی امنیت باید این را با گفته شنید. دو طرف حکومتی قرقیزستان حکومتی تاجیکستان همین مسئله را باید حل بکنن گفته شنید بکنن. و اگر این خیل رفتن گرد اینها و این قرقیزستان اینها خلقی می باشد که اینها وقتی که خونشان در جوش می زند اینها همون شراب پید را از گلو فرو می برند. دیگر اینها دیوانه می شند. هر کاری که می کنند اینها نمی فهمند. زیرا انسان مست احمق می شد. انسان مست چی نامعقولی که می کند دیگر او در حالت مستی است. برای او به چشمش چیزی نمی نمید. چشمش را خون می گیرد. باید این با طرز زد و خورد این را حل نباید کرده. اصلا با طرز زد و خورد با طرز کشتار هیچ چیزی حل نمی شود. باید خواهیم که جنگ نشود. خواهیم که کشتار نشود. خواهیم که واروخ دهی واروخ یعنی خرابزار نشود. باید این را حکومت باید با حکومت قرقیزستان باید حل بکند. رای حل باید در دست حکومت است نه اینکه در دست خلق. امروز هر که هرچی گفتن میگرد باید با ضرب زوری باید زمین را ما را حفظ بکنیم یعنی با جنگ و جدال و باید خلق بخیزد جنگ بکند. نه دوستان عزیز جنگ کردن کاری آسانه. دوستی نفر چونی میگه لیکن اصلا جنگ چیزی دیگر است. گمان میکنه که جنگ کند تمام غالب میبرد و قرقیزها را از قرقیزها زمین را گرفته میشن. نه نمیشود. اینجا چند قوه اضافه میشد. جنگ وقتی که میشد اینجا آمیخته میشد. وقتی که قوه سیوم داخل میشد دیگر کی را زدن به حسابش نمیرود. قوه سیوم بسیار قوه هست که خطرناکترین قوه میباشد. دوستان عزیز هیچگاه در فکر جنگ و در فکر با جنگ این کار را حل کردن را نکنید.
همیشه مراجعت کنید، همیشه از حکومت خواهش میکنید که این را باید با طرزی گفت و شنید باید این را حل کرده شود، نه اینکه با جنگ، نه اینکه با کشتار. این بسیار دهشت است، اهالی زیاد است، زیاد نفرها به مرگ دچار میشن، زیاد نفرها کشته میشد. واروخ که الحمدلله امروز از واروخ بسیار آباد شده استاده است، رهاش آباد شده استاده است، یعنی سویتاش آباد شده استاده است و بسیار بناها بنیاد شده استاده است، مکتبها، همه این آبادی که شده استاده است این از دست خود خلق شده استاده است. انسان هایی که بای هستند و انسان خلقی که هست از حساب خلق شده استاده است، از انسان های سرمند شده استاده است. واروخ و آبادیش تنها از دست خلق است، از دست خلق است. واروخ را گول کردگی کسی نیست، آنهایی که در واروخ زندگی میکنن همونها آباد کرده شدن. غم واروخ را، فکر واروخ را زیاد میکرد که تنها اهالی نشیناش هستن. امروز کسی دیگر غم واروخ را نخورده شده است. خواهش میکنم همین مسئله را باید حکومتی هایی که مسئول هستید ببینید، تا اینکه کار وزنین نشود، کار بزد و خورد نرود که بسیار دهشت میشد. هر کسی که فهمش جنگ را دارد، فهمش زد و خود را دارد، میفهمد که این بسیار دهشت است. الله سبحانه و تعالی نفرماد قتل و کشتار. دوستان عزیز، هر کسی که از خواهش میکند، مراجعت میکند از حکومت، از دو طرف حکومت که حکومتی تاجیکستان با قرقیزستان، باید گفتشونید بکنن این را همچون با خوبی، با سخنانی همچون خوبی، بی جنگ و جدال، بی قتل و کشتار، باید دو طرف باید را حل بکنن. باید همچنان حل بکنن که یک باره همین چیز دیگر، همین مسئله کشاده نشه. دوستان عزیز، باقی همیشه دعاگو باشید که الله سبحانه و تعالی تنجی امانی را نگه دارد. باقی همه تان را به الله میسپارم. شد مادر؟ اخلاش به چکی گفته چه بوده؟